سلام چطوری؟ ما برگشتیم با یک آهنگ جدید. از کی؟ از آقای مرتضی قریب نواز. ما نمیدانم گلی جان چقدر طرفدارای آقای قریب نواز زیاده که توی کامنت های از مو یعنی نوشته کردن آهنگ جدید قریب نواز ریاکشن برین. اسمش هم میدانی چیه؟ بله، ناله. میدانستی؟ میدانستم. ناله. دوستان عزیز، قرار باز هم دلای از ما پر از خون شونه. واسه چی؟ واسه اینکه آقای قریب نواز میخونه. آقای قریب نواز همیشه آهنگای غمگین میخونه. و دوستا توی کامنت ها نوشته کرده بودین که واقعا آقای قریب نواز عاشق بوده. واسه همونه که از ته دل میخونه. آره. و پرسوز. خیلی یعنی حس ناراحت کننده ده هممون. آره، انگار که واقعا عاشق بوده و حدس از مو درست بوده. دوستان عزیز بریم با هم دیگه آهنگم بشنویم. اسمش هم ناله. دیگه قراره که تا آخر آهنگ دیگه اشک ما در بیاد. لایک کامنت سابسکرایب واسه حمایت از مو فراموش نشه. عشق منی برو بریم. دقت کردی گل جان، این از اول کار ساز غمگینه دوستای عزیز و لینک اصلی یه آهنگ توی دیسکریپشن هم میذاریم، حتما از اونجا هم گوش بدید و حمایت کنید. برو بریم دیگه گل جان، آماده ای؟ آره آماده، یک آهنگ غمگین. او مای گاد، برو بریم. تنظیم نازم رستمی مرتضی قریب نواز. ما از همون اولی که آقای مرتضی قریب نواز آهنگایش شنیدم تا به اینجای کار اصلا کلان یه حس غمی داره، یه حس غمگین نسبت بهش دارم. تو هم چنین حسی رو داری؟ آره. هم اسمشان چیز دیگه قریب نواز خیلی جالب واقعا. صداشونم خیلی آدم حس. آره خیلی اصلا پرسوز میخوانم. خیلی خوبه. اینا دریا میگفتن یا دیرا؟ دریا. دریا میگفتن. دریا بزنیم. دول نه، دول نه، دریا میگفتن. اگه تا اینجای ویدیو رو سعی کردی و لایک نکردی واقعا ناراحتم، دل خورم ازت. این اما لایک کو که این ویدیو رو افراد بیشتری ببینن. عزیزم کاسه‌ی چشمم سرایت میانی هر دو دیده جای پایت، میانی هر دو دیده جای پایت. ترسم که غافل پا نمانی، نخورد خاری میشگانم بپاید، نخورد خاری میشگانم بپاید. نگرانیم به خاطر از اینکه خار پایم نخوره؟ نه خار مژگان، یعنی فکرم این مژه ها رو میگن در پای تو نخره. اوه مای گاد، وقتی میگن پای خار رو چشمم میذاری مثلا مثل خوار واری در پای تو اذیت نکنه تو را علی جان. وای نخورد خاری میشگانم بپاید، نخورد خاری میشگانم بپاید. یعنی در کل منظورش ایه که از ما آسیبی در تو نرسه. آره. یعنی اینقدر دوست دارم. علی جان
غریب نواز خیلی هم پرکاره گلی جان، ترقه هستم تو آهنگای غمگین نمیدن و دل یک ملت پرخون مونن. خب حتما دلشون امون ناراحتی رو داره، سوز داره که میخواد خود خور را خالی کنه. یعنی پر از حرفه، پر از حرفه و او حرفا را آهنگش مونه و چقدر زیبا، چی کار قشنگی. وقتی مرگو چون رفتم من از خوش، جسدم را بگیراندم در آغوش، جسدم را بگیراندم در آغوش. یه وقتی که ما مردم جسد من در آغوش بگر، جسدم را بگیراندم در آغوش. دیوان و آه و زاری ناله سر کن، بیگوشم ای شبم گردیده خاموش، بیگوشم ای شبم گردیده خاموش. دوست دارم که اگه آهنگ شادی از آقای غریب نواز بشنوم. یعنی واقعا اگه اینترشن همه تعجب مونه. خیلی دوست دارم. اگه آهنگ شادی هم خوانده دوستان عزیز حتما در کامنت ها نوشته کنید کدوم آهنگه که حتما با هم دیگه ریاکشن بریم. یک بار دیگه آخرش گوش بدید. در آغوش جسدم را بگیراندم در آغوش. جالب هم از آقای غریب نواز که وقتی میخوانن از چهره شون هم قشنگ آدم و آره. ناراحتی را حس مانه. خیلی اصلا غریبه آقای مرتضی غریب نواز، وای خیلی اصلا کلن قشنگ، یعنی او حس را در بیننده منتقل مانه. آره اصلا یه جوری میشم وقتی آهنگای غریب نواز گوش میدم. آدم را بگیراندم در آغوش، دیوان و آه و زاری ناله سر کن، بیگوشم ای شبم گردیده خاموش، بیگوشم ای شبم گردیده خاموش. میگه وقتی که ما رو در بغل میگیری بگی که شمع خانه مثلا خاموش شده، منظورش چیه؟ شبم گردید بیگوشم ای شبم گردیده خاموش، بیگوشم ای شبم گردیده خاموش. و تمام و تمام. خب دوستان عزیز این بود از موزیک ناله از آقای مرتضی غریب نواز که به درخواست شما ریاکشن رفتیم و هرچند که کوتاه بود ولی خب باز هم او غمی که قرار بود به ما منتقل کنه مثل همیشه انتقال داد و چقدر خوب بود. گل جان نظر چیه؟ به نظر از من واقعا قشنگ بود و ای که او حس خوره منتقل کرد در مو، یعنی او ناراحتی و او سوزی را که در دل داشتن آره. در بیننده منتقل کردن خیلی خوبه، چون که یعنی واقعا یه خواننده آره. باید مثلا او حسش به شنونده منتقل کنه و او قشنگترین آهنگ میشه و باشد و چه ناراحت کنه آره. فرق نم نه، باید حس را در بیننده منتقل کنه و چه بسا که این داستان نگار واقعیت دارم اونجوری که دوستا توی کامنت ها گفتن واقعا عاشق بوده و از تای دل میخوانه. امیدوارم که واقعا اینطور نبوده باشه. شکست عشقی آره شکست عشقی در کار نبوده باشه. و تشکر از اینکه تا آخر ویدیو قد از مو بودید. دوستان عزیز یادتون نره که برای حمایت از مو حتما ویدیو رو لایک کنید، سابسکرایب کنید و توی کامنت ها موزیک های بدرم نوشته کنید که با هم دیگه ریاکشن بریم. بالای بورشم شنوم تا ویدیو بعدی.